فیلم نت مشتاق دیدنتان هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. به نام خدای مهربانمون میخواییم بریم سراغ یک شباهنگی دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه. این شباهنگی هم مثل بقیه به لطف خدا اتفاقای خوبی بیفته، اول به شما خوش بگذره، بعد به بینندگان عزیزی که دارن از طریق پلتفرم فیلمت ما رو تماشا میکنن و قراره بخندن. فقط همین، ما اومدیم که سعی کنیم گل لبخند رو بهشون هدیه بدیم. فقط یه مطلبی، برای اولین بار در طول این ضبط‌هایی که داشتیم دوستان اومدن به من گفتن مهمونامون امروز انرژی زیاد ندارن. درست گفتن؟ پس چی گفتن؟ بذار من برم حسابشون رو برسم. واریکل اصلا ذهنم ریخ به هم. بودم مگه میشه اصلا مهمونایی که میان شباهنگی چیزی فراتر از منن بدون اینکه چیزی مصرف کنم؟ این خیلی قشنگه. هر آنچه که انسان مصرف میکند برای اینکه حالش را خوب کند بد است. من گفتم چرا؟ چون یه روز شاید اون چیزه نباشه، اذیت میشی، یا عادت کنی به یه چیزی، حتی به چایی. اون چقدر خوب آدم طبیعی شاد باشه، طبیعی همیشه به همه شادی هدیه بده. آدمی که طبیعی حالش خوبه، نیازی به هیچی نداشته باشه، همیشه حالش خوبه. اونایی که طبیعی همیشه حالشون خوبه دست بزنن. باریکالله. خب، خیالم راحت شد. پس امشب میتر کنیم. مهمون عزیزی داریم که قراره در کنارش بهمون خوش بگذره. مسابقه برای خانم‌های محترم داریم در ابتدای برنامه، در انتهای برنامه مسابقه برای آقایون داریم که میدونید یک داستان طولانی داره، میره در اپلیکیشن 724 و مردم رأی میدن و خیلی جذابه و جایزه ویژه داره و کلی کار و جایزه هم میدیم، قرعه کشی هم میکنیم، جایزه هم میدیم. اما یک بند موسیقی بسیار خفن داریم. بچهای موزیسین حرفه‌ای کشورمون دور هم جمع شدن تا کلاس شباهنگی رو ببرن بالاتر. خب دو مدل آهنگ میزنن، یکی ملایمه، مثلا بشینیم دور هم گریه کنیم، چرا رفتی چرا من بیقرارم. به نظرم آهنگ قشنگیه، اینجا جاش نیست. یا یه آهنگی مثلا بزنن که دیگه نتونیم بشینیم. اونایی که دومی رو دوست دارن دست بزنن. ببین چی میزنن. سریع بریم سراغ مسابقه خانوم ها. چهار خانوم محترم داوطلب بشیم، میخوام جایزه بدم. او باریکلا، شما بفرمایید. خب خیلی خوش اومدید. یک در واقع به اندازه یک
دست از هم فاصله بگیرید. همینو باید میذاشتم مسابقه. چه یک دست چقدره؟ دیدی چقدر بود؟ الان شما یه دستین؟ با دست کی دارید حساب میکنید؟ آفر. نه به خاطر چی گفتم؟ به خاطر که راحت ماسکا رو در بیارید. اصلا یه کسای دیگه ای شدن. ماسکینه دیگه. آدم فکر میکنه یه شکل دیگه است، بعد یه شکل دیگه میشه. بعد چش تأثیری نداره. خودتون رو معرفی کنید. به نام خدا، فائزه متولی هستم. خیلی خوش آمدید. میکروفون رو بدید بغلی. سلام، نجوا حفیظی هست. خیلی خوش آمدید. اون داره. استرس نداشته باش. سلام، مائده اسکی هستم. خیلی خوش آمدید. سلام، سیمین مددی هستم. خیلی به افتخارشون. خیلی خوش آمدید. شما ماسکتون خون اومده مثل که دماغتون. اون چی؟ آها، ماتیک. بله، ببخش. خب میخوایم بریم سراغ مسابقه. مسابقه همونو دیدین؟ شما خیلی جدی هستین. مدیر هست؟ بله؟ فیلم نت دیدین؟ بله، خیلی خوش آمد. مسابقه همون که شرکت نکرده بودید. خب اینقدر اومدید که بالاخره اومدید. شما دو بزرگوار، میکروفون رو بدید به ایشون. شما دو بزرگوار تشریف ببرید. دیگه مسابقه میدونید یک تصویری که دوستان باید با صدا حدس بزنن. برید، شما تیم دوم ما هستید. شما رو من هم تیمی گفتم، شما هم اشکال که نداره، با هم که مشکل ندارید. دوستی چقدر بهتر. همینجا دوست شدید، بفهم. همینجا دوست شده. شما کجا میرید؟ شما اینجا بفهم. شما رو به مهمونا، به ما یه خورده نزدیک شو. بیا. خب رو به مهمون. آفرین. خیلی خوب. دو تا تصویر برای شما. فقط خانم فامیلیتون فراموش کردم. حفیظی. بله. معنی داره؟ مال جای خاصیه؟ از حفظ میاد دیگه. آها، از حفظ میاد. خانم حفیظی، دو تا تصویر رو با صدا فقط، بدون استفاده از دست. پانتومیم نداره، راهنمایی هم نمی‌کنی. من اگه بشه راهنمایی خودم. خب فقط صدا. شما هم تشخیص میدی. سه بار فرصت اشتباه داری. ایزی تمام. بریم. تصویر اول. ببینید. عزیزم. خوشگل. رو به مهمونا. خیلی آسونه. تو رو خدا گیر نکن تو این دیگه. این که دیگه راحته. نه. اوکی. حفیظی نه اوکی. دست گو آقا. نه رو که صدا نگاش کن. ناراحت میشه. این هم بیننده های پرامقرز شفاهنگ. بگو تا من مانه دهنم نشده. ها اوه داره تمرین آواز میکنه. ببین. اینه. ببین شما منو نگاه نکن، من دارم. میمونه. چیه؟ میمون. آفرین. ایشون خیلی باهوشا. بقیلا اون میمون نبود. بعدی عزیزم، من از تو معذرت میخوام. حالا اونو نتونست، اینو میتونه؟ نه خوبه. اینو میتونه. داره میزنه. یه سازه. آفرین، میسازه. ساز نیست. چرا ساز نیست؟ این همون میمون هست. داره آواز میخونه. نه آره. به افتخارش. بایدتا خیلی باهوشه. اصلا اون یه چیز دیگه میگه. جا عوض. ببینم حد زدنت هم مثل صداته یا نه. زیاد عقب نرو، بیا جلو. بعد رو به مهمونا. خب تصویر سوم برای تیم خفنمون. تیم رو به مهمونا. داری سود میزنی؟ این سود میزنه؟ من این مدل سودزنشو ندیدم تا حالا. سلام.
نمیدونم. یه بار دیگه. سلام. او تربیت شدهشو میره. صدای واقعیش نه. اگر بخری باهاش کار بکنی صداش میشه. بگو. توتیو. توتیو. توتی دیگه. نه. سگ و گربه و گاو و خر و بعدی. سلام. او. در سردشه. در اره نه دریلو دریلو اره شانس آوردی سری عوض کردی منو ببین کیو کیو در کلاشینکو کلاچی چقدر تخصصی اهل جنگ ها ببین چیه چیه حالا بگو حالا اگه گفت الانم بگی قبول میکنم این چیه؟ حفیظی این چیه؟ تفنگ تفنگ به افتخار آفر قبول سه تا رو ازشون بپذیریم موافقین؟ دیگه چیکار کنیم دیگه؟ برید تیم بعدی بیاد اومد خانم جدیه داره میاد برای ایشون میمون نذارید اون میگه کیو کیو در کیو کیوشو کرد که ایشون بفهمه تفنگ اول دیدید تیمتون خیلی قدر نبود من کمکشون کردم ولی شما هستید میکروفون خوب بری صدا رو ها خجالت نکش خواهش میکنم ازت تو این کاره ای به صدا سازی معروفی بریم تصویر اول تق 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 کیه بگید قهرمانا تق 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 تو میکروفون بگو فرمان تفنگ؟ نه این تفنگه تق 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 این کسی رو میکشه؟ دستگاه تایپ نه داری نزدیک میشی تق 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 را برو خجالت نکش را برو را برو را برو ببینم را بختم کفش کفش آفرین ببین تخت باید یه فاصله ای بین تختک ها آدم که اینجوری اینجوری نمیره که بعدی ژاپنیه مگه برو تو خونه کمک میکنی پس برو جارو برقی من اشتباه کردم وقتی میگم تو خونه کمک میکنی خب راهنماییه دیگه جا عوض شما فکر کنم حدست بهتره شما صدا بهتره درسته تشریف فقط خواهشن تو میکروفون چشم بفهم رو به مهمونا اردک تو خانم یه خورده نزدیک شدی عروسکه میگی اردک میگم نزدیک شدی چرا دور میشی دوباره اردک قاز قاز آفر صدای این وگ وگ نیست باشه بعدی آخرین تصویر تصویر محبوب منه چون داشتیم اینو یک اتاچ آفر دیدید بهتر رفتن هو هو چی چی تشریف بیارید هر چهار عزیز که عالی بودن هم در حد هم در صدا سازی مخصوصا اون گروه همین الان با من تماس گرفتن گفتن انتخاب شدم برای المپیک من که به هر چهار عزیز جایزه میدم چون همین که تشریف آوردن قدم رو چش بنده گذاشتن شوخی هم کردم که میدونن من اهل شوخی ام وگرنه جسارت نمی کنم اما به یک عزیز میخوام جایزه ویژه تر بدم عزیزی که فکر میکنید تو صدا سازی و تشخیص بهتر بود هر کدوم شما دستور بدید ایشون دست به هر چهار تا یه جایزه میدم. ویژه نداریم مفشه. چی کار کنم خب؟ وقتی اون میگه کوک کوک اون که میگه چی کیو کیو تر خب
از طرف حامی مالیمون اپلیکیشن 724 کارت هدیه بهتون جایزه میدم به اضافه اشتراک فیلم نت. امیدوارم که دوست داشته باشید. خیلی ناقابله. ممنونم که اومدید. خیلی متشکرم. کردید. ممنون. افتخار دادید. خواهش میکنم. ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی مواظب باشید. به افتخارش. خیلی ممنونم. دیگه نمیان. من از طرف 724 جایزه دادم به بانوان محترم و قراره باز هم جایزه بدم. یک توضیح بدم. اولا میتونید از سایت www.724.ir این اپلیکیشن جذاب رو نصب کنید. iOSیا من همیشه روی این گیر دارم. iOSیا بازار خودشونو دارن. اندروید یا بازار خودشونو دارن که اونجا هم هست. میتونید در گوشیاتون نصب کنید و کلی کار مالیتون رو با 724 انجام بدید. حالا یک بخش شباهنگی داره که ثبت نام تماشاگر، دیدن ویدیوهاست، دابسمش شباهنگیه و رأی‌گیریه. کارهای دیگه هم میشه کرد. یکی از کارهای جذابی که به تازگی در 724 میتونید انجام بدید، اگه یادتون باشه قدیما همینجوری میرفتن خرید میکردن، چک میکشیدن، مخصوصا اونایی که میخواستن تازه عروسی کنن برای که جلوی خانم نشون بدن من خیلی پول دارم، تلویزیون زارت پارت میداد، یعنی یه دسته چک 50 تایی رو تو یه ربع تموم میکرد. خب چکه، من فروشندم فکر میکردم چکش اعتبار داره، میگرفتم. بعد تو بودو، اون بودو، طلاق، اون پشت میله ها، من فروشندم باید میموندم حالا ببینم میتونم به پولم برسم یا نه. یک قانون جدیدن اومده که به چک ها اعتبار میبخشه، یعنی در زمان خرید و دادن چک اون کسی که چکو میگیره باید خیالش راحت باشه اصلا این آدم اعتبار داره، داره به من چک میده یا نه، یه دسته چکی گرفته هی داره همه جا پخش و پلا میکنه. اونم سامانه صیاده که در 724 با مجوز بانک مرکزی که به 724 داده تونسته این کار رو انجام بده. شما تشریف میبرید در بخش سامانه صیاد، چکی که میخواهید بدید رو اونجا بهش اعتبار میبخشید، مشخصاتش رو وارد میکنید و بعد اون کسی هم که چک رو دریافت میکنه هم میتونه از این بخش اعتبار اون چک رو ببینه و بسنجه. پس کار بسیار جذابیه برای اینکه مشکلی دیگه پیش نیاد، کسی از رو جو و اینا خدای نکرده چک نده که بعدن گرفتار شه، منی هم که چک رو میگیرم گرفتار چک بی محل و بدون پول نشم. به افتخار 724 که این کار قشنگ رو کرده. ایشالله دیگه هیچکی به خاطر بی پولی و چک بی محل پشت میلای زندان نره ایشالله. خب میخوام بریم سراغ بخش جذاب مهمان با صدای دستای گرم شما. خب مهمونای عزیزم، چون مهمون عزیزمون یک خواننده جوان و خوش صداست، همین اول برنامه میخواد یک کار بسیار زیباشو هدیه کنه به بینندگان شباهنگی. پس دعوت میکنم از یک خواننده خوش تیپ با اخلاق و با کلی کار زیبا بیاد بترکونه، جناب آقای امیر عباس گلاب. ببین چقدر تغییر کردم با وقتی که عاشق نبودم، بعد از تو یک ثانیه حتی اون آدم سابق نبودم، ربطی به تیپ و مد نداشتم، رویات دنیامو عوض کرد، افسردگی جاشو به تب داد، عشق تو قرصامو عوض کرد. باید از این وابسته ترشم، از عشق دهشتی ندارم، حتی اگه باید پدرشم، حتی اگه باید پدرشم.
باعث و بانی تمام این شبای من توی عشق تو پابندم کرد، عشق تو خوانندم کرد، آخرشم ما چی شد؟ عشق تو پابندم کرد، عشق تو پابندم کرد، عشق تو خوانندم کرد، آخرشم ما چی شد؟ عشق تو بازندم کرد. قبل از تو دوست داشتم خودم را، اهل خدا آزاری نبودم، این صرف آرا از تو دارم، قبل از تو سیگاری نبودم، جامو توی قلبت نگه دار، حتی اگه پیشم نباشی من شرط میبندم از اینم دیوونه تر میشم نباشی. باعث و بانی تمام این شبای من توی عشق تو پابندم کرد، عشق تو خوانندم کرد، آخرشم ما چی شد؟ عشق تو بازندم کرد، عشق تو پابندم کرد، عشق تو خوانندم کرد، شما چی شد عشق تو بازندم کرد. لا 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 لا. خیلی ممنون عزیزم. سلام. سلام عزادم. من اگه اجازه بدی پایه رو، چون من مسئول این کارم هستم، یه حقوقی هم بابت این میگیرم. امیر عباس جان، عشق کی خوانندت کرد؟ قربونت برم، اونو به ما بگو، اونو به ما نشان بده. عشق این مردم در افتخار. بیا بفهم عزیزم. قربونت برم، خیلی خوش اومدی، خیلی لذت بردیم از این آهنگ بسیار زیبا، کلی هم انرژی داد به مهمونای عزیزمون و دمت گرم که در برابر لایف خوندن و زنده خوندن گارد نمیگیره. الان صحبتش بود که بعضی از خواننده‌ها یه خورده واهمه دارن از لایف خوندن. کلا خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم، امیدوارم که برنامه میدونی که منم چرا نمیخونم لایف، به خاطر اینکه من 12 ماه رو آلرژی دارم و منتظر ماه 13 هم که روزم نمیگیرین گشنه‌تون میشه بس. قربونت برم. یه سلام علیک خوشگل رفتی یا من متوجه نشدم؟ ببخشید. سلام علیک، قربون شما، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و خیلی وقت بود که روی استیج اینجوری نرفته بودم و مردم ببینم و بخونم، خیلی حس خوبی داشتم. خیلی ممنون از دوستان خوب و هنرمندم که ما رو همراهی کردن و در خدمتون هستم. به افتخار امیر عباس جان. خیلی خوش اومدی عزیزم. اصلا چرا دعوت ما رو قبول کردی امیر عباس؟ برنامه ما یه برنامه خیلی اهل شوخی و بازی و شاده، امیر عباس هم خیلی جدی. نه بابا. نه؟ نه والا. سعید جان سوالا رو بیار، خیالم راحت شد. به افتخار سعید عزیزم. سعید جان خوبی؟ میخوای بکشی پس آقا. قربونت برم، 100% ها، چون امیر عباس جان تو چشاش خوندم که گفت 100% با من شوخی کنی. بله. اوه خیلی خوب. خانومت تو سالونه؟ خب بفهم. من همیشه ازش میپرسم. خانومش گفته ازش بپرسم. خب امیر عباس جان، اتفاقا ببخشید دارم میونه صحبتتون، گفتم برنامه من انتخاب کردی بخاطر اینکه ما هر مصاحبه‌ای میرفتیم چون خیلی جدی بود. خودم شما رو خیلی دوست دارم و دوست داشتم که بیام، حالا یه ذره با هم خوشو بشیم. دل به دل راه داره. ما هم دوستت سلامت باشی. کلی کار زیبا داری. حتما یه کار دیگه امیر عباس جان برامون خواهند خوند و کلی کیف می‌کنیم. خدمت عرض کنم که چقدر اهل شوخی تو زندگی عادی؟ چقدر میذاری دوستات باهات شوخی کنن؟ این جنبه امیرعباس چقدره؟ بعضیا دیدی شوخی میکنن ولی نمیذارن کسی باهاشون شوخی کنه. من دو بود دارم. یه خب یه بودی هست که مربوط به موسیقی میشه و خیلی تو اون قضیه جدی ام و هیچ شوخی ندارم. بود کاری.
ولی تو زندگی شخصیم خب دوروبریام دوستان آشنا میدونن که من خیلی شوخ طبعم و خیلی دوست دارم حالا یخم باسه بیشتر متوجه میشین، ولی خب به نظر من اصلا شوخی نباشه نمیشه زندگی کرد. دمت گرم، آفرین. و این جنبه هم باید باشه دیگه، شوخی اسمش روشه دیگه. بله دیگه، بله. تا آسیب نزنه اشکال نداره. حالا ما هم سعی میکنیم آسیب بهت نزنه. نه خدا رو شکر. به بازی بعد برسی، به مصدوم نشی. خجالت آورترین کاری که تو بچگیت کردی یادته؟ ترسیدی خیلی از بابا؟ چی بوده؟ با مامانم دعوام شد. خیلی چند سالت بودم؟ فکر کنم 7-8 سالم بود. رفتم تو خیابون و مامانم اومد دنبالم، گفتم این خانم منو دزدیده. یعنی میخواد بدزده. بعد مردم دور من جمع شده بودن. وای چقدر نو. بعد دیگه رفت شناسنامه و مردم دیگه آشکار کرده بودم، نمیدونم سر چی بود. بعد دیگه کل مردم دورم جمع شده بودن و من گفتم خانم میخواد منو بدزده. دیگه انقدر اصرار کرد رفت شناسنامه آورد و دیگه فهمیدن ما بچه‌شیم. بابات بود میزدن بابات. یه بار دیگه اومدم خواهرمو سر کار بذارم، بچه بودم، خودمو زدم به اینکه بیهوش شدم. خواهرم یه دفعه مثلا اومد بالا سر، هی زد امیر عباس، من بیدار نمی‌شدم، خودم می‌خندیدم اون زی. بعد جیغ و داد کرد، یهو در عرض 5 دقیقه همه همسایه‌ها اومدن تو خونه ما. بعد دیگه اصلا خیلی زایست دیگه الان من مثلا بیدار شم. خیلی شلوغ ادامه شد، ادامه دادم. بعد دیدینم آدم اومده زشته. بله، بعد دیگه زنگ زدن آمبولانس. آمبولانس اومد، نمیدونم از کجا فهمید من دارم اذیتشون میکنم، گفت الان یه آمپول انقدی بهش میزنم و همونو خوب شدم. بله. بعد همسایه‌مونم یه خانم هیچ چک میزد تو دیگه شیطون بودا. خوب شد خواننده شدی امیر عباس. آره خدا وگرنه اینا به سمت راست بشه، این مال اون دورانه فکر کنن آخه که بیهوش میشدی و چقدر بلبله بود نه خانم گوشات. آره فکر کنم تابستونه. تابستونه که لباس هم زمستونه. آف آره نمکنه گوشه آب رفت باز انبساط شده انگار یه چیزه چشه. مثلا اینجا چند سالته؟ چند میخواد؟ فکر کنم 7-8 فکر کنم 8-9. بله 8-9. ولی شرارت از چشات میباره. نه والا مظلومم که قیافه. خیلی مظلومی. آمبولانس اومد، اگه نمیگفت آمبول سوارم میشدی میرفت. زشت آمبولانس اومده. یه CCU برن. بعد متخصص جراح، زشت جراح اومده. یه عملی بکن. آقا پاشو بسته. اونا هم چه شیطون بودن، سری گفت یه آمپول بزنن. آره خواهرم سری شروع کرد جیغ و داد، اصلا عمون نداد ما سر کارش بزنیم. که از کی خوندن رو شروع کردی؟ من از همین سن 6-7 سالگی. خب پدر منم نه که خواننده ای باشه که ترکی داده باشه بیرون، ولی خب میخونن و از بچگی علاقه داشتم و خب با پدر میخوندیم و همون 6-7 سالگی. منم پدر عزیزم، پدر شما در قید حیات. بله بله. انشالله که سالیان سال سایش بالا سرتون باشه. قربون شما. من چند سالی از پدرم رو از دست دادم. آخه خدا بیامرزه. پدر منم خب هیچ وقت آلبوم نداد، ترکی نداد، ولی خیلی صدای زیبایی داشت. یکی خط بسیار زیبایی داشت که من نمیدونم چرا به پدرم نرفتم. یعنی من بنویسم فکر میکنن نسخه دکتره. و صدای بسیار زیبایی داشتن. صدا رو از ایشون به ارث نبردم. ولی روحشون شاد، خیلی اهل شوخی بود بابام. شما نمک رو گرفتی دیگه. چاکه. آره نمک رو از پدر گرفتم، شکر رو هم مادر. چون مادر بزرگم قند داشت. آیا بس نامریشی دوست داری کجا بری؟ با ما تو رو خدا با ما راحت باش. نامریشم؟ اصلا ما الان امیر عباس رو نمیریم، کجا میره؟ میره اونجا که شب. نه من واقعا دوست دارم نامریشم برم پیش خونه چند تا این مسئولین ببینم واقعا تو خفا چیکار میکنم. ولی با مزه است نامری شدن. بله به شرطی هر موقع خاصی مرئیشی. خب یعنی دست خودت باشه. بله دکمه بله. باشه اینجوری بزنی. پرواز خیلی جالبه برام، حس خوبیه. نمیترسی از پرواز؟ من خیلی میترسم دیگه. انقدر شهرهای مختلف رو پرواز کردیم رفتیم، ولی دیگه از من همین شهرهای مختلف این همه سال میرم اجرا شهرهای مختلف، این کرونا 20 صاحب دیگه نمیذاره، بازم به اون شدت نمیترسم. اما همیشه عرق سرد کافی یه لحظه بلرزه هواپیما، یه تکون بخوره من رفتم. آقا میگن آقا چیزی نیست والا، اتفاق امترین سفرها. ما تو این سفرهای جاده‌ای کلی کشته میدیم متاسفانه با این ماشینهای خیلی خفنمون که ماشین چینی هم زه داره. ولی هواپیما واقعا
ولی ارتفاع رو میترسم. پس تو نمیترسی؟ نه. ترس دیگه ای داری؟ مثلا فوبیایی چی داری؟ حیوان، نمیدونم، مار، هیچی. سوسک؟ من هیچی نمیترسم. هیچی؟ نه. این ادعای خطرناکی ها، چون بعد ما به این فکر میکنیم که یا میترسونی نه. نه، ولی جدا پس هیچی نمیترسی؟ نه والا. 110 باید جلوی تو رو بگیره. 220 باید بگیره. لباس های خاص میپوشی معمولا؟ آره خاصه. طراح لباس داری یا خودت دوست داری؟ نه مثلا این لباست هم بالاتنه خاصه چون جلوش کم پشتش زیاده. بله. به خاطر اینکه خب خودم از بچگی طراحی رو خیلی دوست داشتم، حالا چه معماری چه حالا طراحی لباس، کلا طراحی رو دوست دارم و بله خودم خیلی نظر میدم حالا رو لباسام. خیلی باحال اتفاقا به نظر منم خواننده با برند کامرون زیگزال و درافشن چند سالی است که کار میکنیم و دیگه طرحامون رو چیز میکنن دیگه، واسمون درست میکنن لباسا. دمت گرم. چون ما بازم قراره با هم گفتگو کنیم و اونجا هم با هم کار داریم، برای که خسته نشی. خسته که نمیشی. نه ولی مهمونای عزیزمون هم خسته نشن، بریم و برگردیم با امیر عباس جان. اونجا من کار دارم. به افتخار امیر عباس گلاب عزیزم. مرسی. خب میخوایم بریم سراغ یک بازی با امیر عباس جانم. قوطی شانس، قراره قوطی رو قل بدیم. اگر در این قسمت‌های قرمز قوطی بمونه سه قسمته، جایزه داره. حالا چه جایزه‌ای داره؟ 724 لطف کرده دست ما رو تو این قضیه باز گذاشته که ما جایزه بدیم. ببین قرمز اول بسته اینترنت یک ساله امیر عباس جان تقدیم میکنیم بهت، درسته؟ بله. قسمت دوم استعلام قبض موبایل و پرداخت آن. اینم خیلی خوبه. شنیدم تو با هلند و آلمان خیلی صحبت می‌کنی. بله. خیال راحت باشه 724 است. فرانسه بدبخت شدیم. سومی استعلام قبض برق و پرداخت آن. اون مال منزل یا محل کار. خب حالا سفیدا چیه؟ این سفید، این سفید، این سفید از این بدمزه‌ها. همون رو بعد بخوریم. اینا زهر ماره. قاطی پاتی کردن یه چیزی چیزا رو. اینجا کمک به خیریه گزینه احسان 724، یعنی اینجا اگر قوطیت اومد 1,000,000 تومان از گزینه احسان 724 که متصل میکنه ما رو به کلی نهاد خیریه، یه دونه رو انتخاب میکنی 1,000,000 تومان کمک میکنی، یعنی ما داریم اینجا سبب خیر میشیم. آه. حالا من دعا نمیکنم قوطیت بیاد اینجا، ولی اگرم اومد دیگه شرمندتم دیگه. خیره دیگه. خیره. به افتخار امیرعباس عزیزم. شما شروع میکنی یا من؟ هر چی سلام میگی. من. بفرمایید. ببخشید. خواهش میکنم. بچه‌ها بریم. نه، اوی وای. عمدی بود؟ من تو کار خیرم. باریکلا. من فکر کنم یه عمدی توش بود. یه هول محکم دادی آخه. پس 1,000,000 تومان تلقیری کردم دیگه الان. امیر عباس جان از طریق اپلیکیشن 724 گزینه احسان کمک میکنه. دمت گرم. خدا خیرت بده. ولی من واقعا دیگه توانشو ندارم. من الان جزء کسایی هستم که در 724 به من کمک میشه. استرس، استرس برای تو نزدن. برو برو قرمز. ماشاءالله. سفید افهم. من نگفتم من تو این بازی بدشانسم؟ این چیه؟ شیر کاکائو، آب پرتقال، زنجبیل، نشاسته گندم، سماق. سماق؟ زنجبیل؟ من متنفرم. کاش کمک میکردم. ببین آدمایی که کمک نمیکنن من الان صدام میگیره اینا رو بخورم. دیگه باید بخوری دیگه. خودم داره نگاه میکنه. تبالا بعضی نتیجه میگیریم، یا باید کمک کنی یا باید بخوری. قل بده جواب بدین بچه های جواب نه جواب بده نکن. رفت رفت آقا رفت. باز بدتر نه نه رفت رفت نه عشقم نه قل خورد رفت عشق دیگه. استلام قبض خدا بده برکت.
نه برگشت دیگه یه ذره رفت. عزیزم مثلا تو قرمز نرف ویدیو چک. قبول کنیم ازش؟ اونایی که میگن قرمز رفته دست بزنن. امیر عباس میره. نه یه ذرهش رفت بعد قلب. یه ذرهش رفت. باشه. پس اگه یه ذره قبوله که من چرا هرس میخورم؟ من فکر کردم همه. برگشت مال منم اینا. چرا اینقدر برگشت؟ چی شد یهو؟ قوطیه دلش برام سوخت. استعلام قبض موبایل و پرداخت آن واسه من. من این جایزه رو هدیه میکنم به یکی از تماشاگرهای عزیز. بعد یه شماره میخونیم قرعه کشی. عزیزی که اومد اگر موبایلش در واقع دائمی بود قبض موبایلش 724 میده این ما رو. این دوستی که اینجوری کرد شما نه، فقط شما نه. هر چی من میگم تا اینجوری میکنه، یعنی انگار من با اونم. میگه منو داریوشو کجا میبری؟ کاپ زنی. چیکار؟ از بالا روشه. باری کلا. نه. بس الان صدات میگیره ما شرمندت میشیم. بد مزه بود. نه دیدی زهرمار بود. اینایی که اینا رو حل قاطی میکنن با من لجن. همکارن ها ولی لجن. چرا با اینا کار میکنی؟ قرمز قرمز چیه؟ سفیده. سفیده؟ بله. چشم نصف میبره نصف اون برد. الان برگشت دوباره 500,000 500 تومن 500 تومن کمک میکنم نصف پول برق من با 724 بده. یر به یر اونم 500 خودش بده دیگه. آخرین قل آخرین یر به یر شد بچه تو. باریکلا کارو بست. نه پس درسته 724 استلام قبض برق مال شما شد. من اون یر به یره که شوخی بود. من 500 تومن کمک میکنم به گزینه احسان، شما یه تومن کمک میکنی. بله پشیمون که نشد. نه والا یه دونه شیرکاکاو سماقی نخوردی و دو تومن کاسه. من ببینم این چیه این چیه ما نخوردیم. نوشابه، روغن زیتون، زنجبیل و رایگانه عصاره سیر. ببینم چه مزه‌ایه. مرض دارم. سلام آقای آسرایی. بریم برنامه بعد. بریم. یه صد خیلی خوشمزه بود نوشه جان. این بهتر بود. این بهتر بود. بریم و برگردیم. کلا به شما دمتون گرم. همچنان در کنار دوست عزیزم خواننده خوب کشورمون امیر عباس گلاب هستیم. قانونی هست تو ایران که دوستش نداری بخوای عوضش کنی یا اصلا ورش داری یا یه قانون اضافه کنی؟ چیزی اذیتت میکنه در اجتماع؟ بله دوست دارم مثلا آزادی فکر و آزادی بیان باشه که قانونی که نیست. مگه هست آزادی فکر؟ من به همه چی فکر میکنم، کسی به من چیزی نمیگه، ولی بیانش که میکنه راست میده. هر دو باشه. بله بله دمت گرم. به نظر اونا که موافق قانون جذابیه به افتخار امیر عباس دست میده. همه موافقه تصویب شد. ما همه راضییم. تا حالا شده یه کار بدی جلوی چش مردم ناخواسته انجام بدی یا به عمد یا به صف بعد بگی وای این بد بود کاش انجامش نمیدادم جلو مردم که کسی ببینه بگه از شما بعید بود؟
تا حالا همچی صحنه ای تو زندگی؟ بله، ولی خب نمیتونم بگم اونجا. جدی در اون حده؟ نه در اون حد، ولی خب در کدوم؟ من منظورم کدوم حده؟ مثلا از 0 تا 100 حدش چنده؟ ببینم به حد من میرسه. 50. آه 50. من رو 70-75 چرخ. شاید هم 100 باشه، من میگم 50. 100 دیگه عزیزم. نه خب حکم تیر داره. زیاد یادم نمیاد کاری کرده باشم. شاید هم کردیم. و آخه با شناختی که من تو دارم، تو اتفاق خیلی مبادی آداب رفتار میکنی بیرون. اتفاق بیرون خیلی آرومی، خیلی سعی میکنی که درست اصولی پیش، یعنی خب درون خودتو خیلی وقتا کنترل میکنی. درست دارم میگم؟ آبانی ها کلن یا صفرن یا صد. یا چیا؟ آبان ماهی ها. آبان ماهی هستی؟ آبان ماهی داریم؟ دست بزنن دیگه... آش خانم آبان ماهی اینجوری؟ آبان ماهی؟ یا صفرن یا صد؟ متوجه میشنه. خدا به حاجقا صبر بده. تو همه چی همین هم دیگه. یا مثلا خیلی آرومن یا از اون ور خیلی شیطونن. حد وسط خیلی ندارن. حد وسطی ندارن معمولا. واسه همین هم تیرمایی هم داریم؟ دست بزنیم. انگار مثلا چیکار کردیم؟ تیرمایی یا 70 یا 33. یه ریمیکسی با هم بشنویم، بعد میخوام یه سوالی در مورد این چیزی که میشنویم از امیر عباس جان بپرسم. بریم آقا. ایوان بند علی رضا تلیسچی حامد برادران چیه؟ چیه بلقبه؟ محسن ابراهیم زاده میلاد ترابی ناصر زینعلی مسعود جهانی بلاخره یه تو باید خرات رضا ملک زاده هوروشمند مسیح آرش اسود جهان داریم حاضر غایب میکنیم. کدوم خواننده ها هستن کدوم ها نیستن؟ خودتون دست بزنید. حالا ادامه داشته، یعنی یه 30-40 نفر دیگه هم خودشون رو معرفی میکنن. ما امیر عباس گلاب نشنیدیم. امیر آره عباس. من حالا تو کارام اسم نبردم ملا. آخه خب وقتی خب الان خیلی من چند سالیه که مرسوم شده، یعنی یا ابتدای آهنگ معمولا باید واسه خواننده‌ای باشه که نونه من، یعنی کسی خب نمیشناسه یه موزیکی رو دادن بیرون و حالا شاید ویدیو نکرده باشن اسم میگن. البته اونم من دوست ندارم خودم، ولی خب خواننده‌های معروف به نظر من نباید بگن. خب تو از اول که فول نیم نبودی. نه راجع به خودم صحبت نکردم. آره نه مگه مثلا میگم تو هم اون موقعی که نو نیم بودی هم این کارو نکردی؟ نه دوست نداشتم. خودت دوست نداشتی؟ نه سلیقت نبود. بالاخره باید زحمت بکشم ببینن کی خونده دیگه، برن پیگیرش بشن. ولی الان خیلی از خواننده‌هامون که حالا نمیدونم اونام شاید سلیقه‌شونه، با اینکه خیلی معروف شدن باز تو آهنگا اسمشون میاد. شاید هم یه جایی ما خواننده‌های مشابه داریم، یعنی به لحاظ صدا مشابه. یعنی نکنه فکر کنن اون خونده. نه آخه خیلی مطرحن بعضی ها، هنوز که هنوز دوباره میگن، من اصلا نمیفهمم. از به نظر جذاب نیست. نه اصلا، یعنی من یه وقتی آهنگ دادم نگم حامد آهنگ، من میخوام اینجوری بگم حامد آهنگی، مثل مجید خراتا. مجید خراتا نه خوب نیست. پس من میخونم، اگه شناختن شناختن، اگه نشناختن باز هی میخونم، انقدر میخونم آخرم میگم حامد آهنگی. میخوام یه تست هوش بگیرم از امیر عباس جان گلاب. ما آهنگ خودتو، آهنگ خودت، آهنگ کس دیگه نه، ریورسش رو میشنویم برعکس. آها. باید تشخیص بدی کدوم کارته، کار خودته. بریم اولی چه اینجا خوشتی پیا شبیه بچه های
متوجه شدی بگو. خیلی سخت بود. همش آهنگ. فکر کنم دلخوشی بود. چه جوریه؟ یه ذره‌شو بخون. یه بیتشو بگو. بذار از نگاهت همین چند ساعت واسه من بمونه، با این چند ساعت چراغای این خونه روشن بمونه. حالا ببینیم درست هم خونده یا نه. قشنگ که خون این. ببینیم بشنویم. شاید هم بریم دریا بود، نمیدونم. بریم دریا بود. بعد اون نبود؟ نه بریم دریا شک داشتم. اشتباه خواه اولی داشتم بشتمیم ازش. ولی گفتم شاید هم بریم دریا بود دیگه. یه خورده دیر گفت. قشنگی. من اعتراف کنم این کارو نشیدم ولی بسیار کار زیبایی. جدی؟ آره. این که ترانه بابک صحرایی عزیزه و تنظیم مهیار رضوان و ملودی امین قباد. ماشاءالله. به افتخارشون دست. خیلی ممنون. وقتی یه تیم خوب باشه کارم خوب میشه دیگه. کار بعدی فعلا یکیش به نفع من. چرا؟ ازدواج چجوریه؟ چجوریه؟ سخته. باید بریم خواستگاری و بعد ندن دوباره دیگه نگن. در شعرش چجوریه؟ یه بیتشو برو. خواننده مجانی گیرون. آره واقعا داریم سوء استفاده میکنیم. شعرش یادم بیاد. عشق تو عشق بچگیام بود، شونه هات پاتوق خستگیام بود، حرف آخرت زندگیمو حراج کرد، رفتی و عشق من ازدواج کرد. یه تیکشیم بود. غمگین بود. رفتی و عشق من ازدواج کرد. این شعرش بودم. حالم گرفته شد. پخش کن. حالا اصلا یه چیز دیگه بود. نشنوم قبول نکنم. بچه ها سریع عوضش کنیم. سریع آهنگ دیگه. تاییده. حالا نمیدونم از بیت بعدی عوض میشه یا نه. نه درست. نه خود. و آخرین آهنگ. فعلا یک یکیم. ببینیم که 2-1 به نفع امیر عباسیان میشه یا من که هیچ کاری نمی کنم. آه. این میدونم کدوم اسم آهنگ. آهنگ خودشه. اسم آهنگی یادم رفت. میدونم واسه اسمشو نه یه ذره بخون یه مثلش هم بگی همون. آره
قشنگتر شد، ریورس شد. داشتیم حال می‌کردیم. خیلی پرمعناتر شد. یعنی عزیزم یه بار دیگه میشه بذاریم؟ ببخشید چون اصلا میدونم کدومه، یادم رفته اول. یه بار دیگه قدیمیه. از همین ادامش بریم. خیلی آشناس. خودت خوندی؟ دشتی شد. نمیدونم. نکنه کارهای من پخش نکنید بچه. امیرعباس حامد آهنگی گوش نمیکنه. خیلی برام آشناس، نمیدونم. پخشش کنن اصلشو. پخش کنید. یادش نمیاد. نکنه همون اولی که گفتی کنه. آها. صدای بارون. صدای بارون. نه این خوندم. نبود. صدا مرسی. سخته نه؟ حتی کار خودت هم وقتی اینجوری میشنوی کلن بله یه چیز دیگه میشه، یه واقعا یه چیز وحشتناکی میشه. بعضی آهنگا هم اصلا خیلی عجیب غریب میشه، یعنی ریورس که میشه اصلا انگار حالا نمیدونم، یه مدت هم اومده بود بیرون پخش شده بود انگار که مثلا شیطانی اون یه خیلی وحشتناک میشه برای فیلمای ترسناک خوبه. ولی الان یه ملودی زد بذارم اینو ریورس کردیم برم از روش بزنم. اومد به ذهنه داره؟ یاد باشه نامی از من ببری تو اون. حتما. با تشکر. بذارم چه آهنگی. چی؟ چه آهنگی. چه آهنگی. دمت گرم. خوب فامیلی من آهنگیه. میشه یه جاهایی استفاده کرد. همه جا. امیر عباس فکر کن شب خوابیدی صبح پاشدی میبینی خانوم شدی. چی بپوشم الان؟ سری بگه چی بپوشه، یعنی مشکلی نداره. آخه دغدغه خانوما اینه دیگه. سری چی بپوشم الان؟ کجا میخوای بری بگی؟ خانوم شم. آره معقولنده میگی؟ فانتزی، یه نگاه فانتزی خیلی جدی نیست. مثلا من پاشم ببینم خانوم شد، یه خانوم پاشم مرد شده مثلا، آیا میترسه؟ خوشحال میشه؟ ایران دوست نداشتم خانوم میشدم چون میخوام خواننده شم، 100% خواننده میشدم، بعد نمیتونستم بخونم دیگه، رو استیج برم، واسه همینم دوست نداشتم. یه جای دیگه خانوم میشدم. من شاید هم اصلا با هم ازدواج میکردیم. بعد فکرام رو کنم. حیف که من میخوام درس هوا بگولم. تو دختر میشدی که من هر رو دمه در تو بودم. نمیگرفتمت، آروم نمیگیرم. خب بریم با امیرعباس جان یه بازی باحال بکنیم، اونو که باختم اینجا بتونم تلافیش کنم. به افتخار امیرعباس، انرژیش بیاد بالا، با ما باشیم. همینستان بفهم روبروی من بیسی. سعید عزیزم، ما یه سری ماسکه، خب؟ بله بله. اما یه سختی داره این بازی. این بازی شاید به شکلهای مختلف انجام شده باشه، اما سختیش برای ما اینها رو نگاه نمی کنیم. اینه که عزیزی که ماسکشو من میگیرم، اولا همه خوانندن، بعد یک شعری میاد روی ویدیو وال ما و باید اون شعر رو یه جوری بخونی که من بفهمم اون عزیز کدوم خواننده است. نمیدونم، یه صدایی، یه تیکی، یه چیزی که یه ذره من باشه. آره بریم. اول شما بریم. میخوام من ماسکو باید ببینم، خودت نباید ببینی. سب کن. اصلا چی شد اصلا؟ خب من الان میبینم. نه نبین نبین، بذار من نهیدم. این برای حامد آهنگی نوشته. خب این برای مهمان. آها آهنگش هم بخونم؟ اون شعری که اونجا میاد رو باید بخونم. فقط من تو نباید ببینی، قاطی کردم. من میرم اولی، من اولی رو میرم. خب من نباید ببینم. خب درسته، این منم. نگه کسی چیزی، نگه من ندیدم. شعر بره بخونم. این خونه رو کی ساخته؟ اون دنیا من نساخته. ولی شما یه جور بخون که من بفهم اینشون داره میخونه این آهنگو. امین عباس، این خونه رو کی ساخته؟
اوستا بنا اوستای بنا ساخته با چوب و نه موسی چاوشی؟ مرده فکر کردم نزدیکه. خب شما بردار من نبینم نبی خودت نبی آخه نمیدونم پشتش یا روشه نمیدونم نه اینجوری مثل من اینجوری برگردون آفرین بگی رو به ما. خب وای من اینو با این خونه رو کی ساخت نمیتونم چجوری بخونم بچه ها اینه بچه ها شما هم کمکم کنید میخوایی که از شما بیاد خونه رو کی ساخته ببینم خواننده های داخلیه بله صد در صد داخلیه داخلی صد در صد ولی ایشون رفته اونور اجرام داشتن خب خیلی از خواننده کاوه یغمایی نه نه این خونه رو کی ساخته چند سالشونه سی و محسن یگانه من کاری نکردم دمتون گرم بچه ها اینجور موقع به دادم برسیم محسن یگانه عزیز سخته واقعا اینقدر صدای خفنی داره که این آهنگ خودته؟ بله آهنگ خودتو با صدای شما سرد شدی، درد شدی، خب برو باید فردین میومد این کارو میکرد تقلید صدا میکنه دوست من منه حالا تقلید صدا هم حتما نه سرد شدی، درد شدی، سوخت نمیدونم شبیش نیست آخه بذار بیم چیه؟ سرد شدی، درد شدی، سوخت شرف شکوییه؟ نه وایسا یه آواش برم فرزاد فرزین؟ نه 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 پاپه خواننده پاپه خیلی راحته آخه من نمیتونم درست کنم چون با آقا رضا خیلی هم دوستم رضا صادقی باید اصلا راهنمایی نکرد خیلی با آقا رضا دوسته بود بردم ناراحت نشد چرا ناراحت نگاه نکن خیلی با آقا رضا دوست منم خیلی باهوشم فهمیدم رضا صادقی اینم موهاش باید بفهمم بیار پایین تو رو خود سرد نه سرد شدی درد شدی سوخت دلم باختم نه سرد شدی درد ناصر عبداللهی میخواستم اون گامه گامه آهنگ ناصری و ملودیشو ببینم با ملودی اون بخونم آفرین روح شاد ناصر جان عبداللهی این چه سرش این چه خواننده ای که سرش صافه من همچه خواننده ای نمیشناسم دل شدن یک کاسه یه خون به لبم داغ جنون به کنارم تو بمون نر با دیگری دل دل شده یک کاسه دل 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 بنیامین نه آقا اون میگه تب 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 دل شده یه کاسه یه خون لبم داغ جون به کنارم سرانو داخلی باشن اینی که تو نروغا دیگری این کیه تو این مایه هستی نمیدونم یه ذره حالا رفیقمون نباشه این وقت رفیقمونه دل شده یه کاسه اینجوریه آقاست نه 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 آره نمایی دارم بگو بگو همونو برو یه ستاره یه ستاره دنیا من محسن پایتاره محسن چرا کلت اینجوری کردم محسن من خودم صداشو خیلی دوست دارم ولی این نیست آره شوخی داریم باش من صدام در نمیاد دونه 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 یه صداره توی حاسه بود منم با این محسن بیچاره صدا نبینیم همه رو با من دشمن کردی نه بابا همه با جنبه با حال آهای دل شده یک کاسه ایوان بن به لبم داغ جنون به کنارم ای تو آها فریدون آسرایی بارکر نه 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 آهای
بی مصرف. آهای بی مصرف. این کیه؟ کچله؟ من دیدی همه رو ابعادش کار دارم. این شبی که میگن شب، آهای عوض شد. این شبی که میگن شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست. این شبی که میگم شب نیست. بابک جان بخش. نه. اگه شبه مثل اون شب نیست. امشب مثل شب. آروم میخونه؟ آروم میخونه؟ آره. خب آروم. مازیار فلایی. باریکشالله. داریم بازم؟ آخریه توی. این شبی که میگن شب نیست، اگه شبه که مثل امشب نیست. فرزاد فرزین، فرزاد فرزین. ببین چرا فرزاد و مازیار جا فیت نمیدن؟ این شبی که میگن، این شبی که میگن، یعنی دو صدای کاملا متفاوت. دمت گرم. قربون شما، مرسی. با اینکه خیلی تو فضای تقلید صدا اینا نبود، ولی امیر عباس جان سعی کرد که به من برسونه. هر چقدر حال کردید با اخلاق با حالش، دست خوشگل بهت خواهید. خب چون اول برنامه هم قولشو داده بودم و میدونم امیر عباس جان با این که بدمزه هم خورد و اینا، ولی الان آماهی هم ریز یک سرفای ریزی میکنه. من شرمندتم. انشالله که صدایه اوکی باشه. یک کار خیلی قشنگ میخواد در این لحظات تقدیم کنه به شما. امیدوارم لذت ببرید، که حتما همینطوره. من میرم، امیر عباس جان میخواد بتر کنه با یک کار زیبا. به افتخار امیر عباس گلاب. مرسی مامان. عشق اتفاق افتاده است که دلم کم بابتش نشکست، اما پیش اون بی‌اراده است، ساده است. دیدم تیوای عقل از سرم افتاد، تب تند نفسان آخر شکستم داد، بودنم انگار رفتن و یادت داد، دیریم برو عزیزم از چی بادا. شکاری کرد شاید دوریمون راه چاره شد، شاید عاشقت یه ستاره شد، درد ندیدنت برام کم نبود، چه حیفش به من عاشقم نبود. تو تنهاییام، تو تنهاییام، خودت با خودت، منم با خدا. بفهمی من حواسم هست، که تهش میرسی به بن‌بست، که منو ساده بدی از دست، ساده است. گفتی دنیاتم، اما چه دنیایی، من تو تنهایی اسیرم، تو کجایی؟ واسه تو وقتی آخر این دنیاست که بفهمی یکی دنیاشو برات میخواست. حالا هی به تو. مرسی.
دو تا کار خوندی، یکی از این قشنگتر. کاش وقت داشتیم که 5-6 تا کار زیبا برامون میخوند. البته اونجا هم نشسته بودی، ازت استفاده کردیم از صدای زیبا، دمت گرم. من قبل از این که یک هدیه ناقابل، یک یادگاری تقدیمت کنم، ما یه قرعه کشی داریم. بله. امیر عباس جان میخوام از طرف 724 جایزه بدم. یه جایزه تشریف بیارید، یه جایزه هم تو بازی من و شما من قول دادم که تقدیم کنم. حالا جایزه هر چی بود، من رفتم فکر کردم که جذاب ترینش رو هدیه بدم، اونم یک سال بسته اینترنت رایگان. موافقا دست. پس ما الان امیر عباس جان دو تا شماره به ما میگه، یکی یه کارت هدیه طرف در واقع 724 میدم به اضافه در واقع کارت هدیه و اشتراک فیلم نت رایگان که اینه، یه دونم اون یک سال بسته اینترنت هم، اونم از طرف 724 که دوستان میتونن وقتی میرن تو 724 بسته اینترنت خریداری کنن، شارژ خرید کنن، قبوزشون رو پرداخت کنن، کلی کار مالی رو با 724 انجام بدن. امین عباس شد از یک تا عدد 66 یک عدد به ما بگو. 24. 24 داریم. خیلی خوش آمدید مادر. به 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 به، چقدر عالی مادر عزیز. چون شما الان جایزه رو بردی، میذارم به عهده خودت کارت هدیه بدم یا یک سال بسته اینترنت. یک سال بسته اینترنت. اینترنت بازی به افتخار مادر عزیزم. بفرمایید. چش فیلتر شکن هم نصب کردی مادر؟ میگم بله. برای بچه ها. بله چش. پس میمونه یه کارت هدیه، باز یک عدد تا. عزیزم تو اینجوری نکن، به تو نمیدیم. از یک تا 60. حالا خوبه عدد تو رو بگی. بگو عزیزم. 65. 65. خوب بودی؟ این کارت هدیه هم تقدیم به شما، به افتخارشون دست بزنید. خیلی خوش آمدید. ببرم. پس یک بسته اینترنت از طرف 724 تقدیم به هاش خانوم مادر عزیزمون و یک کارت هدیه هم که با شماره امیر عباس جان گفتن تقدیم به اون خانم محترم. خیلی ممنونم سعید جان، هدیه امیر عباس جان رو بیار. به افتخار سعید عزیزم. خب یک یادگاری ناقابل میخوام تقدیمش کنم، ببینم خوشش میاد یا نه. اینجا رو ببین. خوشگله امیر. چه حسی داره این عکس به نظره؟ شبیه یکی شدم نه؟ آره شبیه یه شخصیت فیلم یا کارتون شدی. ژاپنی شدی. بله. نه؟ ژاپنی که هستم میام کلاً مدلم اونجوری. پس یه خورده اونو بیشتر، اون بادومی تو بیشتر کرده. چونگ سینگ وان. خیلی جالبه. امیر عباس خانم. یک این هنر دست مرتضی جان تهرانی عزیزم، ته با ته دسته داره. تهرانی دو نقطه نه. خیلی تاکیدم داره رو دسته تهرانیشو، حتما ما بگیم. لبامونه. به عنوان یادگاری از طرف برنامه شباهنگی تقدیمت میکنم. امیدوارم که دوست داشته باشی. اگر صحبتی داری در خدمت هست. قربون شما، خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که خدمت شما بودم. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. و یه تشکر از سینا زوکایی عزیز بابت تنظیمای خوبی که توی این دوتا ترک انجام داده بود و تمام دوستان هنرمند. بله. خواهش می‌کنم دست به افتخارشون بزنید. بچه‌ها دمتون گرم. امیر عباس جان خیلی ممنونم اومدی. دقایقی هر چند کوتاه در کنارت بسیار به ما خوش گذشت. برات از صمیم قلبم بهترین آرزو می‌کنم. ان‌شاءالله که کارات که بسیار قشنگ و زیباست، هر چی کار میدی مورد استقبال مردم واقع شه و به زودی کرونا بره ما بیایم کنسرتت کیف کنیم. همین جمع بیایم کنسرت. من جی امیر عباس دوست دارم. قربون شما برم. به افتخار امیر عباس گلا. به افتخار خودتون. جایزه هم که بعد تقدیم شماره 60. بله بله متوجه شدم. بیدار شدی دیگه نمیدونی چی کار بکنی. خب در این لحظه اگر خسته نشدید همچنان انرژی دارید. بیننده های عزیز که تو خونه انرژی دارن، من مطمئنم چون دارم میبینمشون. شما هم اگه انرژی دارید یه دست خوش انرژی بزنید. باریکلا. پس
خیالم راحت شد. بریم سراغ مسابقه‌ای که قولش داده بودم برای خانم‌ها که رفتیم جایزه دادیم، مونده برای آقایون محترم. سه عزیز قراره بیان بترکونن، رأی جمع کنن. اگر آماده اید بریم سراغ مسابقه پایانی برنامه که قراره اتفاقای باحالی بیفته. به افتخار خودتون. خسته که نشدید، باریکلا که تا آخر برنامه همینجور پر انرژی بودید. سه عزیز اومدن در مسابقه جذاب شبانگی شرکت کنند که برنده در این لحظه که توسط شما انتخاب میشه یک جایزه ویژه میگیره از 724. باز ما رهاشون نمی کنیم. دوستان میرن در بخش رایگیری شبانگی در 724. از این برنامه تا اون برنامه مهمونای عزیزمون، بیننده های عزیزمون بهشون رای میدن. هر چقدر بیشتر رای بیارن در 10 برنامه قرار 20 میلیون تومان از طرف 724 و فیلم نت تقدیمشون کنیم و به 10 عزیزی که رای میدن نفر 1 میلیون تومان. پس ما حالا با دوستان کار داریم. خواهشن اگر خواننده خیلی خوبی هم نیستین، که ما دنبال خواننده اصلا نیستیم، یک اجرای با مزه داشته باشید باحال که رای بیارید ان، بعد در یک ویژه برنامه ما 20 میلیون تومان رو تقدیم شما خواهیم کرد. بله به من باشه، من تقدیم شما میکنم. خودتون رو معرفی کنید. هر سه عزیز که احتمالاً ساکن تهران هستن، اما خوشحال میشیم که با اصالتتون آشنا بشیم. ما چون جغرافیایی بسیار پهناور و جذابی داریم، بدونیم که شمالیان، جنوبیان، کرد هستن، لور هستن، که یک در واقع احترامی هم به این عزیزان گذاشته باشیم. بفرمایید. محسن صادقی هستم از تهران. ساکن چیز اصالتاً خود تهران. تهرونی. به افتخارش. به نام خدا، موحدی هستم از تهران، با افتخار اصالتمون آذری. به به یاشاسین خوش کلمسوز. به نام خدا، اکبر ملکی هستم، اصالتنم با افتخار مثل آجاقا آذری هستم. به به عزیزای دلم، که هر سه عزیز بزرگتر از منید، تو گوش هم بزنید من حرف نمیزنم، فقط جایزه نمیدم. شما دو بزرگوار میکروفونو بدید من تشریف ببرید. من میخوام با بچه تهرون شروع کنم. عشق منی چه چمایی سالاری عوضی بیا عشقم کمکت میکنم. یه اجرای خوب. اسم کوچیکت چی بود؟ محسن. خانوم ها، آقایان، Ladies and gentlemen، خواننده ای که منتظرش بودید همینجا بود، تهران بود و اومد. این شما، صدایی پر از اینا، محسن. هر موقع صلاح دونستی بخون بخون. سیدیش خش داره. چرا با نازک شروع شد کلوف تموم شد؟ یه دل میگه برم برم، یه دلم میگه من را یاده دارم. همدم داره این آهنگ. تو ترانه رو شنیدی؟ حالا ولش، اونجا رو ولش کن. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی در بازه های دلم رو شکستی. به افتخارشون دست بزن. یکی از آهنگ های قدیمی معروف، جزو 10 آهنگ برتر ایران زمین، و دو بیتش هم بلد نبود. چه شمایی؟ نوکرتم بفهم. آرون تو تون میری چون زیاده با طوفان میشه. به به، اولین ترک زبان اومد
کدوم شهر هستید؟ کدوم شهر؟ اصالتتون کدوم شهر؟ غربی، شرقی، آذربایجان شرقی. دمت گرم. تو رو خدا خوب بری، اولی که چنگی به دل نزد. پرچمو ببر بالا. بریم. اکبر به رأی شما نیاز داره. در 724 به اکبر رأی بدید. اکبر معروف به توی یف ام. Küçeler süsak mişan, küçeler süsak mişan. Yar gelene toz olmasın, yar gelene toz olmasın. Ele gele, ele gede, ele gelsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Samovara ot salmışam, samovara ot salmışam. İstikana kat salmışam, istikana. تشکر از همکار عزیزم. چرا غمگین خوندیش؟ دیگه اینقدرم غمگین نیست. خیلی لا لا لا. اون بچه ها مونده بودن تق تق، یعنی هرچی آروم میکردن به تو نمیرسیدن، ولی خوب بود، از اولی بهتر بودی. به افتخارش شاماهی صحنه ها داره میاد. لیز نخوره، مواظب باشید. پدر زن و داماد هستن. پدر زن و داماد هستن؟ بب یعنی شما پدر زن ایشونی؟ آه چرا نمیگید پس شهیتونا؟ من میگم دوتا اینم ایشون هم گفت منم آذری هستم. پدر زن و داماد نمیگه، میگه منم آذری هستم. تو رو خدا ما از شما انتظار بیشتری داریم. تشریف بیارید اینجا. داماد راضی هستی؟ خیلی. خدا رو شکر. آخر آمد به خیلی بشن انشالله. تمام داماده انشالله. انشالله. تمام داماده. بریم. قبل از اینکه یه تشویق ببخشید. یه تشویق ویژه جناب آقای حامد آهنگی رو. شما برنده ای. تمام شد. بخونی نخونی برنده ای. اینقدر آدم با شخصیت. ببن در پی چشمت شد شد داره با من صحبت میکنه. آروم نه، آروم نه، آروم نه، نه آروم آتک زد به دلم. خفتم اون چی میگه؟ چرا اومده داره خاطره تعریف میکنه؟ داره تنگ تکلیف میکنه؟ آروم آروم بیا آتش بزن. اول که گفت کوچه به کوچه. شنیدی این آهنگو؟ شنیدی اینجوریه؟ یه بار دیگه کمکت کنم. در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه. نمیخونه، فقط هم دست میزنه. دومادش بهتر بود. به افتخار دو بزرگوار دست میزنید بیان. در پی چشم کوچه به کوچه میخرم کلوچه. خانه به خانه است چشم آیا. خب رای گیری میکنیم. ناچاریم
به من باشه که هر سه عزیز رو به خانه راهی میکنم. ولی چون برها قانون داره برنامه، باید رأی‌گیری کنیم و باز این دوستان برن در 724 و فامیلاشون بهشون رأی بدن. ما که رأی نمیدیم. دستم رو سمت هر عزیزی بردم. خواستید رأی بدید، دست ها رو ببرید بالا، دست نزنید که من میزان آرا رو ببینم. ایشون چرا ما رو مسخره میکنید؟ یه اجرای دیگر رو خب قرار میگه قرار بخنید. درسته، درود بر شما. ایشون کوچالر ببین تو خوب نبودی یا بقیه افتضاح بودن. فردا نری آلبوم بدی؟ چشه ماستا؟ ببر بالا دستتو دیگه. به افتخار نفر اول داماد جایزه بیارم. داماد اول شد. من از طرف داماد از شما عذرخواهی میکنم که وقتی پدر زن هست من نباید اول شم. به زبان شیرین ترکی، بله، از بینندگان عزیز بخواه ماسکو بردار، بگو که در 724 اگر اجرای منو دوست داشتید به من رأی بدید. شما میتونید الان برای خود رأی جمع کنید. برو. حضار محترم، اگر صلاح بیلدوز اگر صلاح بیلدوز 724 دا بنده حقیره رأی بریو. صلاح بیلدوز کی؟ سلام بیلدوز. انشالله دو داغوز خندان اولسون. انشالله 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 علم علم. شما درسته اینجا اول شدی، ولی شاید تو 724 چشه ما اول بشه. پس یه ترکی هم شما بگو به شما رأی بده. میخوای فارسی بگی؟ نه بگو هر جور دوست داری. بگو در 724 به من اگه اجرامو دوست داری. بیزیم همشهریلر گنلر خوش اولسون انشالله. اگه منت گویلن بیزیم باشمزا منه 724 دار رأی برسین. به 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 بگو. چی بگم؟ خودشون رأی میدن. آخه چرا؟ چرا؟ همینجوری. مگه که سرشون به جای خورده باشه. چرا؟ ولی بگو. بگو تهرونی‌های عزیز به من رأی بدن. بگو. بچه محله‌مون تهرونی‌های مزید. کدوم محله است؟ کوروش ستاری. اوکی. اوکی دیگه. اوکی. بچه‌ی واسه. خودت صفر گفتی آخه. من بی تقصیرم به خدا. من بی تقصیرم. بله. خیلی ناقابله. تقدیم به شما بزرگوار. قدم رو چش من گذاشت. اینقدر پدرزن و داماد باحال دست ندارن. عاشقتم. قربونت برم. عزیزمی. ببخشید شوخی کردم. ما دوستت داریم. کرونا بود ما چت میکردم. یه بارم ریشو بزن ببینیم اونجوری چه جوری میشی. جان. از اول همینجوری بود. از چه سالی این فیس رو داری؟ 92. کولاشم اومدم خدمتتون همینجوری. خیلی مخلصم. شاکرتم. من میبینم چهرهت آشناست. چون تو هیچ وقت فراموش شدنی نیستی. به افتخار هر سه عزیزم دست بزنید. در اپلیکیشن 724 به بهترین اجرای خواننده رأی بدید. وارد اپلیکیشن 724 شو، از منوی شب‌آهنگی در قسمت رأی‌گیری مسابقه به اجرایی که بیشتر از همه دوست داشتی رأی بدید. به افتخار بچه‌های حرفه‌ایمون یه دست خوشگل بزنید. خب بازم از هر سه عزیز بزرگوار ممنونم. من واقعا شوخی میکنم به خاطر اینکه این جمع و یک جمع خانوادگی میدونم. امیدوارم بینندگان عزیزم تا اینجای برنامه لذت برده باشن. تمام تلاش ما اینه که تو این سختی ها، تو این گرونی ها، تو این شرایط کرونا بدونی که جدی گرفته بشیم. واقعا این نیت رو نداریم. تخصصی صحبت کنیم. به اندازه کافی برنامه تخصصی هم داریم. حالا نمیگم همه شبکه‌ها هست. فقط و فقط تلاش کنیم یک کوچولو بخندونیم، همین. امیدوارم که در این راه موفق باشیم با حمایت‌های شما. ممنونم که با ما همراه بودید. ممنونم از اینکه ما رو تحمل کردید و اینقدر عشق و انرژی دادید که ما بتونیم یک شب‌آهنگی خوب بسازیم در این قسمت و تقدیم بینندگان عزیزمون کنیم. از صمیم قلبم براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. اول از همه تنی سالم که بزرگترین نعمت خداونده. دوم لبی خندون که هم حال خود آدم خوبه، هم دیگران از دیدن لب خندون ما خوشحال میشن. و سوم کارت اعتباری پر از پول که دیگه دغدغه مالی نداشته باشیم ان‌شاءالله هیچ وقت. دوستتون دارم. تا شب آهنگی بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد. خدا نگهدار.